مونا سیلاوی فعال سیاسی از بروکسل همراه ما شدن. خانم سیلاوی، بیشتر از شما بشنویم راجع به این دو خبرنگاری که دستگیر شدن. سلام خدمت شما و هموطنان و به امید پیروزی. ماندانا صادقی شاعر و نویسنده از چند تا کتاب هم منتشر کرده، خبرنگار هم هست و بیشتر فعالیت‌هایی که انجام میداده یعنی خبرگزاری درباره طرح‌های صنعتی که در استان هست و فسادهای دولتی که اتفاق میفته، یعنی یکی از بزرگترین منتقدان قرارگاه خاتم الانبیا و سیاست‌های اقتصادی منطقه آزاد اروند بوده که این باعث شده بوده خیلی از این مؤسسات به دادگاه علیه خانم صادقی شکایت بکنن و در آخرین دادگاهی که بر علیه ایشون بوده سعی کرد دولتون رو توی دادگاه انقلابیشون رو محاکمه بکنه که بعداً به دادگاه مطبوعات ارجاع میشه و تبرئه میشه. خانم ماندانا صادقی سابقا هم در پایگاه خبری فیدوس که اون هم معمولاً اخبار به حال مجتمعات صنعتی و مثلا پتروشیمی رو پخش میکنه، اونجا مدیر وبسایت بوده، پایگاه خبری بوده، ولی خب حالا الان انتقال داده شده به شخص دیگری و همسر ایشون هم یکی از کارمندان یا فکر کنم کارگران پتروشیمی هستن که الان با هم دیگه دستگیر شدن. دو سال پیش هم خانم صادقی با یک سری از دیگر از خبرنگاران یک کمپینی برای حمایت از خبرنگاران راه انداخته بودن که این هم باعث دستگیری ایشون و چند نفر از همکاران ایشون شده و ایشون هم تنها کسی بودن که یا نمیشه گفت تنها کس، ولی کسانی بودن که به شدت پیگیر دستگیری خانم مهرنوش تافیان بودن که از دوم مهر دستگیر شده و آخرین پست اینستاگرامی هم که از خانم ماندانا صادقی هستش جوابی هست که به اکبر گنجی دادن که در که نوشته بود که آیا وقت آن نشده که یک دختر عرب هم کشته بشود، که جوابی خیلی محکمی به اکبر گنجی دادن. بعد از اون این آخرین پستی بود که ماندانا صادقی پخش کرده بود. ممنون از توضیحات شما خانم مونا سیلاوی فعال سیاسی از بروکسل.